درس شانزدهم زمانی که آماده اید همه چیز را رها کنید دشوارترین تجلی پریشانی در معاملگران درماندگی است حالتی که برای بهترین معاملگران نیز اتفاق میافتد. شما به سختی کار می کنید و خود را در آستانی دستیابی به موفقیت می بینید. اما ناگهان چند قدم به عقب برمیگردید. بابت از دست دادن سرمایه و از اشتباه کردن خسته شده اید. آن هیجانی که در شروع روز معاملاتی داشتید جای خود را به وحشت می دهد. این حالت حفظ روحیه تحقیق و آماده سازی برای روز معاملاتی را سخت می کند. اگر بدن شما می توانست سخن بگوید قطعا می گفت فایده این کار چیست؟ در این زمان است که آماده اید معاملگری را رها کنید. برای بسیاری از معاملگران زمانی می رسد که تصمیم میگیرن معاملگری را رها کنند. اگر قصد انجام کاری را دارید، باید در روند آموزش خود در همان یک یا دو سال اول پیشرفت محسوسی را شاهد باشید. اگر چنین روند رشدی را در مرحله آموزش خود نمیبینید، شاید این کار برای شما مناسب نیست و بهتر از آن را رها کنید و به دنبال کاری باشید که عمیقا با توانایی های ویژه شما ارتباط دارد. این کار به معنی تسلیم شدن یا ضعیف نفس بودن نیست بلکه به معنای متوقف کردن موقعیتی ضررده و انجام کاری به مراتب بهتر است. با این حال اگر پیشرفتتان پایدار و پیوسته است در این صورت تنها چالش های احساسی شما در دوره های سخت دلسردی و افسردگی خواهد بود بنابراین زمانی که مربیگری معاملات خود را به عهده میگیرید باید بتوانید راهنمای خود در گذر از این دوره های تاریخ نیز باشید به عقیده یکی از اساتید من در مقطع تحصیلات تکمیلی افسردگی شکلی از سرکوب و از بین رفتن انگیزه است زمانی که برای خود اهدافی با معنا و قابل دستیابی در نظر میگیریم به طور طبیعی موجی از حس خوشبینی و انرژی را تجربه می کنیم که به ما کمک می کند آن تلاش های اضافه برای رسیدن به هدف را انجام دهیم. در مقابل زمانی که احساس کنیم اهداف با ارزش ما دور از دسترس هستند طبیعت ابزارهایی برای سرکوب انگیزه ما فراهم می کنند. در نتیجه دلیلی برای افزایش تلاش جهت رسیدن به هدف دست نیافتنی نخواهیم داشت. این سرکوب و از بین رفتن انگیزه که به شکل ناامیدی و حتی افسردگی خفیف در می آید ناخوشایند است. به شیوه خودش با زندگی ما انتباق پیدا می کند و از مسیری که به سمت هدف داریم منحرف می سازد و بدین ترتیب از انجام آن تلاش های اضافه باز می مانیم. بنابراین تمایل به توقف معاملگری اطلاعات مفیدی را در خود جای داده است. البته این احساس از دسته احساسات منفی نیست که قرار باشد بر آن غلبه کنیم یا آن را به حد اول برسانیم حس ناامیدی در ما نشان میدهد که در این لحظه بین خود واقعی ما شخصی که اکنون هستیم با خود ایدعال ما کسی که میخواهیم باشیم یک فاصله برطرف نشدنی احساس می شود. تصور ما بر این است که دیگر کنترلی بر آینده خود نداریم آینده که در آن می توانستیم به اهداف مهم خود دست یابیم. اگر بخواهیم مربی معاملگری گری برای خود باشید لازم است این مفهوم را دریابید. خود واقعی ما همیشه با خود ایدئال ما فاصله دارد. سوال اینجاست که آیا ما در خود این شایستگی را می بینیم که بین این فاصله پلی برقرار کنیم؟ اولین قدم برای پر کردن فاصله بین واقعیت و ایدئال این است که آن را در زمینه خودش در نظر بگیریم شاید الگوهای بازار تغییر کردن مثلا الگوهایی که زمانی برای معامله ما سوداور بودند، دیگر پتانسیل سوداوری سابق را ندارند یا شاید موقعیت های معاملاتی که روی آنها حساب میکردیم دیگر وجود نداشته باشند در چنین شرایطی تمایل به رها کردن معاملهگری زنگ هشدار است و اینکه شاید بهتر باشد به طور موقت معامله کردن را متوقف کنیم و به جای آن تمرکز خود را بر این موضوع بگذاریم که در حال حاضر چه مواردی در معاملات ما کارایی دارند و چه عواملی ناکارآمد هستند کلمه کلیدی در این جمله عبارت موقتی رها کردن معاملگری بود انجام این کار تظاهر به خوشبینی نیست. شاید دلیل خوبی برای سرکوب انگیزه در ما وجود دارد. با برگشت به عقب می توانیم درباره دلایل احساسات خود که احتمالا به بازار ارتباط دارند تحقیق کنیم. گاهی دلیل ناامیدی و سرکوب انگیزه غیر واقع بینانه بودن انتظارات ماست. اگر امیدواریم یا انتظار داریم که هر روز در معاملات خود به سود برسیم احتمال اینکه دچار ناامیدی شویم به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد به خصوص در دوره‌ای که در زنجیری از معاملات ضررده قرار می‌گیریم در چنین مواردی نه تنها در مورد بازار که در مورد خود نیز باید کنکاش کنیم زمانی که منتظر بهترین اتفاقات هستیم برای بدترین رخدادها کمترین آمادگی را داریم دلیل سوم برای کاهش انگیزه فرسودگی شغلی است فرسودگی شغلی روانشناختی زمانی روی می دهد که احساس کنیم در تقاضاهایی که با آنها مواجهیم غرق شده فرسودگی شغلی در معاملگران به عدم تعادل در زندگی آنها اشاره می کند. آنها چنان در استرابهای معاملگری قرق می شوند که روزنه های تفریح معاشرت و خلاقیت را گم میکنن اگرچه گاهی لازم است برای مدتی کوتاه در معاملگری غرق شویم اما ادامه آن برای بلند مدت سبب تخریب معاملگری می شود این حالت بیشتر به ازمهلال این حالت بیشتر به ازمهلال انگیزه شباهت دارد تا از بین رفتن آن در این شرایط حفظ انرژی و اشتیاق سخت می شود. فرسودگی شغلی زمانی اتفاق می افتد که احساس کنیم توان و منافع کافی برای پاسخگویی به تقاضاهایی که با آنها روبرو هستیم را در اختیار نداریم. معاملگری که مربیگری خود را به عهده دارد در هر یک از این سناریوها نیازهای گم شده را یک قطعه اطلاعاتی قلم داد می کند. شاید آنها باستابی از تغییرات ایجاد شده در بازار باشند یا نشانه ای از غیر واقعی بودن خواسته های شخصی هستند یا اختاری مبنی بر اینکه زندگی از حالت تعادل خارج شده است بنابراین اگر از معاملات اخیر خود ناامید هستید ابتدا باید اطلاعاتی که احساسات شما در اختیارتان قرار می دهند را بیابید در آن صورت است که می توانید اقدام مناسب بعدی را تعیین کنید اگر اگر روند بازار و نوساناتش تغییر کند، احتمال تغییر در میزان سوداوری ایده ها و ستاب های معاملاتی شما وجود خواهد داشت و باید ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. در این حال باید الگوها، بازارها و ایدههایی که هنوز کارایی دارند را بیابید تا تلاش خود را روی آنها متمرکز کنید. همچنین باید عملکرد معاملاتی اخیر خود را مرور کنید و ببینید آیا می توانید بازارها و الگوهایی که هنوز برای شما کارایی دارند را تشخیص دهید ریسک خود را کاهش دهید معاملات خود را دوباره ارزیابی کنید و سرمایه خود را حفظ کنید بدین ترتیب ناامیدی را به فرصت تبدیل کرده اید اگر تمایل به رها کردن معاملهگری منشأ شخصی داشته باشد چالش پیش روی شما تنظیم مجدد هدف خواهد بود باید مطمئن شوید که روز و هفته را با اهدافی واقع بینانانه و قابل دستیابی آغاز می کنید زمانی که یک بازیکن بسکتبال وارد یک دوره رکود و افت می شود مربی وی بازی هایی با درصد برنده بالا برای او در نظر می گرد تا او بتواند به لحاظ روحی و روانی به حالت قبل بازگردد به طور مشابه با در نظر گرفتن اهداف دستیافتنی می توانید خود و معاملاتتون را به پیش ببرید و در موقعیتی برای موفقیت روانشناختی قرار بگیرید. در نهایت اگر فرسودگی شغلی منجر به کاهش خوشبینی در شما شده است چالش پیش رو تنظیم هوشیاری چارچوب زندگی خارج از معاملگری است. به این شکل که زمانی را برای تمرین های بدنی فعالیت های اجتماعی و کلا زمانی را برای دور بودن از بازار در نظر بگیرید یک استراتژی خوب برای دستیابی به تنوع روانشناختی این است که در زندگی اهدافی مشخص و جدا از معاملهگری داشته باشید اگر تمام تخمامورهای روانشناختی را در سبد معاملهگری قرار دهید حفظ انرژی و اشتیاق به خصوص در زمانی که سوداوری کاهش می‌یابد مشکل خواهد شد مربی معاملگری شخصی بودن به این معنا نیست که با خود درباره داشتن احساس خوب صحبت کنید گاهی دلایل خوبی برای نداشتن احساس مثبت وجود دارد یک مربی خوب به تمام این دلایل گوش می دهد و آنها را به فرصتی برای تغییر سازنده تبدیل می کند. نکته راهنمای مربیگری تنوع حالات روانشناختی شما چقدر است؟ در زندگی اجتماعی و شخصی خود چه میزان استراب و پریشانی را تجربه می کنید؟ تا چه حد از زندگی اجتماعی و شخصی خود راضی هستید؟ در مواقعی که معاملگری به خوبی پیش نمی رود چطور روحیه خود را حفظ می کنید؟ چه مشکلاتی از زندگی شخصی به حرفی معاملگری شما راه می آبند؟ وضعیت تناسب اندام شما چطور است؟ سطح انرژی کیفیت خواب و تمرکزتان چطور مهم است که با بررسی های ماهانه جنبه های غیر معاملاتی زندگی خود را به اندازه نتایج معاملاتتان ارتقا دهید اگر بخش های از زندگی شخصی باعث پریشانی شما می شوند باید قبل از اینکه بر تمرکز و روند تصمیم گیری های آتی معاملاتی و عملکردی شما تأثیر بگذارند آنها را رفع کنید